مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و همکاران هر سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر و پنج شنبه ها ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس علاوه بر اوضاع اقتصاد آمریکا و جهان با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. درود به بینندگان عزیز تلویزیون پارس، من آنجلو طالبی هستم. برنامه روی خط پول رو تقدیم حضورتون میکنم. همونطور که به اطلاعتون رسوندیم، این برنامه هر سه شنبه 6 بعد از ظهر، هر پنج شنبه 3:30 بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا خدمتتون ارائه میشه. امروز 8 آگوست 2024 هستیم و درست دو تا سه شنبه پیش که 30 جولای میشه و 8-9 روز پیش، اگه برنامه توی یوتیوب هست نگاه کنید، ما گفتیم که به نظر ما یه 10-15% این بازار پایین میاد. بعد یادم هست بهتون گفتم همونطوری که 2008 صحبتش کردیم، 2000 صحبتش کردیم و غیره، این اتفاق افتاد. البته ما جام جهان نما نداریم، بر اساس تجارب و خواندن چارت ها و ارزیابی کیفی و کمی بازار، یعنی کوالیتیتیو و کوانتیتیتیو انالیسیسی که ما انجام میدیم، به این نتایج میرسیم. و خوشحالم اونایی که زنگ زدن و تشکر کردین که خوب موقعی گفتم، چون بعضیا گفتم استفاده رو بردارین. البته بازار هنوز میگن volatility is here to stay، یعنی نوسان یه قسمتی از بازار خواهد ماند، چون این بازار حرکتی که کرده در یک سال نیمه پیش، این چاپینس یا این میره بالا میاد پایین، مثلا 1000 واحد بازار اومد پایین، 1000 خورده واحد اومد پایین، نزدک خیلی اومد پایین. در اون روز که این اتفاق افتاد، $7 trillion، بله، نه بلیون، تریلیون، 7000 میلیون دلار از مارکت دنیا رفت. 350 میلیارد دلارش فقط تو بیت کوین بود. بازار ژاپن 12% در روز اومد پایین و به هر جهت بازار ژاپن به محض اینکه اون اندازه‌ای که 1989 که چون 1989 چه میشه من 35 سال پیش ژاپن دراپ کرد و هیچ وقت به اولش نرسیده بود تا روزی که رسید و دوباره 12% افتاد. البته این یک چیز تکنیکال سخت توضیحش، مثل که عصب دندون رو میزنید، دندون یه آدم میپره سر جاش. اون عدد به هر جهت خیلی برای ژاپن سنگین بود و دیدیم دراپ کرد. و این نوسان اینجا میمونه معنیش چیه؟ یعنی شما اگر حسابهایی دارید، هر نوع حسابی، تو سر کارتون، تو پورتفولیوی خودتون، تو هر جایی هست، شما میبینید که حسابش اومد پایین، دوباره حساب رفت بالا و جایی به اون صورت دیگه نمیره. یعنی شما این بازار اینطوری نیست که دوباره برگرده میشه بره بالا به خاطر ارزیابی. مثلا ما راجع به یادم از انویدیا صحبت کردیم، گفتم بزرگترین کمپانی دنیا شده. اما نپرسید چرا، چون یه کمپانی مثلا تو 20 سال بزرگترین کمپانی دنیا بشه، مثلا کمتر از 20 سال، تو 5-6 سال بزرگترین کمپانی دنیا شد. قبلش وجود داشت ولی تو 5 یا 4 سال اخیر بود یه دفعه حرکت کرد به خاطر AI. اون کمپانی از 3 تریلیون شد 2.6 تریلیون، 600 میلیارد دلار از کپیتالیزیشنش یا از اون داراییش رفت. البته اینا رو کاغذه، از شما میگیم مثلا اینقدر ساختم تو بازار سهام، روی کاغذ ساخته، این زمانی که فروخته میشه معلوم میشه چقدر. بجد این بازار هنوز خطرناکه که شما میبینین که حرکت های بسیاری کرده. من بیشتر زمان میذارم، امیدوارم که این صحبت های من باعث بشه خانواده های از یه خانواده هم باشه که شما نمیخواین سال دیگه بگی من چقدر حسابم بود الان شده چقدر. برای همین ما اول میمین داو جونز بزرگترین بازار دنیا بشین. داو جونز هم دوتا آقا بودن که ایس داو بود یکی جونز. این داو جونز امروز 893 واحد بالا رفت
ولی شما که این 5 روزش اگه نگاه کنید به خودتون متوجه میشین که چه نوسانی کرد. حالا یه ماهش هم اگه نشون میده شاید بهتر باشه. این نگاه کنیم از بالای 41,000 شده بود، یه دفعه اومد تو زیر 40,000، 38,780 شد، 41,000 بود. این خیلی دراپ بزرگی بود. بعدش دوباره رفت بالا، مردم فکر کردن به میان سارکر تراپ، یعنی دام نادانان، که مردم فکر کردن داره برمیگرده میرن تو، دوباره میتونه میاد پایین. مثلا شما اونجا نگاه کنید، دو تا قله است، قله اولی و قله دومی. من تو قله دومی بود که گفتم که مواظب باشید، چون اون باعث میشه مردم فکر کنن او داره برمیگرده، و هنوز هم احتمال اتفاق هست، هنوز هم احتمال هست که این دوباره. مثلا شما 6 ماهش رو نگاه کنیم، 6 ماه رو نگاه کنیم، همینطوری که میبینین نوسانهای بسیار بوده. از اپریل، از آخر مارچ شروع شد، از آخر مارچ شما نوسان میبینید. حالا مثلا یه سالش هم ایمان جان، ایمان عسکری عزیز اینجا هستن، نگاه کنید این بازار که همینطوری حرکت میکرد دیگه تصحیح درش نبود. اون وقتی رسید به اپریل و اینا یه مقدار نوسان شروع شد و الان هم دیگه بقیهش ستوریه. حالا شما 5 ساله این رو نگاه کنید بیشتر متوجه میشید. حالا اون نگاه کنید مثلا بین جولای 2022 اینا یه این هم نوسان زیاد میکرد، بعد اومد پایین یه بیس درست کرد دوباره رفت بالا، و اینجا یه مقدار مکس خواهد کرد. اگه آلم بذارین، آل یعنی تو این چندین سال اخیر، اگه نگاه کنید متوجه بقایای تاریخ میشین. یکی 2000 که دات کام بابل بود، اگه میبینین 2000 رو 2 سال بازار اومد پایین، بیشترین طولانی ترین زمانی که در اصل جدید در 60 سال اخیر اتفاق افتاد. بعدش هم 2008 که بود که بزرگتر 22% بازار در 1 روز اومد پایین، در 3 روز 42% اومد پایین. این خیلی عظیم بود. بعد ما میریم و بعد به کووید میرسیم و دیگه اونجا پریزیدنشال ریس و این چیزا بود و احزاب بودن و خود کمپانیا به هر جهت والیویشنشون به نظر من هنوز بالاست. یعنی اون والیویشن این که قیمت بر درآمد، پی ای ریشیو، پرایس تو ارنینگ ریشیو، بعضی این کمپانی ارنینگ ندارن هنوز، قیمتشون به میتونه میره بالا. بعد باید مواظب باشی و بسیار اشخاص وقتی سهم رو میخرن نمیدونن چی کار حتی میکنه کمپانی. البته همه رو نمیگم به خاطر چیزایی که تو نوز میشنون یا فامیلشون میگن یا همسایه میگه، به هر جهت این میگن. حالا ژاپن هم به نظر من در خور اینه که نگاه کنیم، چون مثل شما آلبوم عکس رو نگاه میکنید، آلبوم عکس نیکی مال ژاپنه، کسپی هم مال چیزه، مال کره است. این دوتا خیلی من. حالا نگاه کنید این یه سالش اگه نگاه کنید یک باره ببینید چه اتفاق افتاد. وقتی در بالای 40,000 چه پایین، 40,000 شد 34,000 تقریبا، 10,000 تمام میشه بشه 25 تقریبا 20% اومد پایین، 20% زیاده. رفت توی یک محیطی که بهش میگن correction، تصحیح یا بیر مارکت. الان وارد بیر مارکت شد چون ین هم خیلی مسئله داشتن، به پایین ترین قیمتش برای سالهای سال رسید. حالا اگه آل یعنی تمام تاریخش، البته تمام تاریخ ژاپن نمیگم، بازار سهامش رو در نگاه کنید، وقتی که تو آمریکا طرف این اول 90 بود که 1989، چون 1987 یادتون باشه بلک مانده رو داریم، من بلک یا بلک مانده ببخش یعنی جمعه، نه دوشنبه سیاه، شما یاد فرهاد خواننده افتادم، هم جمعه سیاه افتاد، یعنی دوشنبه سیاه افتادیم، معمولا سه شنبه اتفاق میفته. ولی این بازار برای 32 سال این نرسید به اون جای اولش، خیلی زمانه. قدر آمریکا رو باید دونست که میگن کامبک کید، آمریکا میاد پایین خلاصه طول میکشه ولی برمیگرده بالا. این ژاپن متاسفانه وقتی که اتفاق برایشون افتاد به خاطر این بودش که یه مقدار تقصیرش هم اینجا بود، چون باعث شدی ژاپنیا
خیلی اگریسیو بشن، سرمایه‌گذاری کنن، سرمایه‌گذاری کنن. وقتی هم که میگن اگه آمریکا عرضه کنه ژاپن سرما میخوره، دقیقا اونجا اتفاق افتاد. همینطور اومد پایین و پایین و تا رسید به اون نقطه که تقریبا از اون زده بود بالا، از اون 1989 یک باره اومد پایین و نه که کم بیاد پایین، 7000 واحد تقریبا اومد پایین و خیلی بزرگ. همین اتفاق برای کره افتاد و حالا ژاپن 5 روزش اگه نشون بدیم تو این 5 روز نگاه کنید چه اتفاقی افتاد. بخشید یه ماهش نشون بدیم بهترشون 5 روز همین چه میاد میاد پایین. 3 ماهش هم حتی نگاه کنید خیلی این دراپ بزرگه، خیلی بزرگه، به نظر کوچیک میاد تو چارت ولی بزرگه. بعد این اتفاقی که بود افتاد و حالا چه خواهد شد، به نظر من نوسان خواهد ماند، چون اونایی که شورت میکنن همیزن مردم بخرن و پایین برن. بعد بدم به بازارهای مختلف دیگه ببینیم که کریپتو هم، من بیت کوین هم بعضی بیت کوین وجود داره. بیت کوین اصلا چارتش، بیت کوین یکی از بیشترین نوسان ها رو داره. که مثلا شما اگه نگاه کنید تو همین یه ماه مثلا تو یه ماه اخیر اگه نگاه کنید ببینید یه ماه هست 67500 رفت زیر 40000، 50000 رفت شد 49000 خورده دوباره برگشت. مثلا 6 ماهش نگاه کنید این خیلی معنی دارتره، چون 70000 نگاه کنید برای اونم دوباره 70000 برش نقطه یک تا میزنه دوباره میفته. چندین بار این اتفاق افتاده. این نگاه کنید 70000 ببینم میگم خط مقاومت رزیستنس لاین، بعد اون رو بشکنه، مثلا لشکرکشی بعد اون خط رو بشکنه. بعد 11% امروز رفت بالا 61400 میانگین 200 روزشه. اگه اون رو نشکنه که احتمال پایین اومدن است. ولی بیت کوین چیزی نیست که شما بخواید تجزیه و تحلیلش کنید، چون دهتایی چیزی نیست که شما بگی بر اساس درآمدی که میده، بر اساس هیچ اساسی به اون صورت وجود نداره و عرضه و تقاضاش هم به اون صورت پابلیک نمیشه. نگن چند نفر دارن میخرن چند نفر دارن میفروشن، یه چیز گنگیه. بعضا اگر توش هستین گود لاک، مواظب خودتون باشین. میریم به بقیه بازارها میبینیم که نفت 75 دلار. نفت به خاطر اتفاقاتی که خاورمیانه من واقعا تعجب میکنم، چون در زمان جنگ اول خلیج پارس میگن پرشین گالف وار 1 10 دلار شد 40 دلار، 400% نفت قیمتش، یعنی 4 برابر شد. ولی اینجا میبینیم که مثلا یه خطی هست که میگن به محض لبنان اتفاقی میفته نفت بالا میره، این نقطه خیلی حساسیه. البته لبنان نفت نداره ولی باعث ترمول میشه، باعث میشه نفت بشه. و اون زمان هم که جنگ چیز بود، خاورمیانه در زمان صدام حسین بود، آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت دنیا نبود. شما این نقشه نفتی آمریکا از اون وقت به مقایسه کنید تعجب آوره، چون واقعا هستش انقدر آمریکا انرژیش قوی شد و میان انرژی رولوش، انقلاب نفتی. حالا شما، ما اشخاصی هستیم در دفتر ما که راه حل رو همیشه فکر میکنیم، یعنی راجع به مسئلهش فکر نمیکنیم، راجع به راه حلش همون جایی که مدرسه بودیم امتحان نمیدادن راه حل رو باید پیدا میکردیم. اما ما میشینیم و برای یک شخصی که بر اساس موقعیت زندگیش، من بله من خودم بودم، بر اساس موقعیت زندگیش، بر اساس من تموم شد راجع به الان، بر اساس موقعیت زندگیش ما برای اون شخص طراحی میکنیم. این طراحی رو بهش میگیم طراحی انعطاف پذیر یا فلکس دیزاین، یعنی فلکسیبل دیزاین. و اون اینه که ما پکیج هایی درست میکنیم که اون شما به اساس زندگی خودتون، بر اساس نوع زندگیتون، بر اساس احتیاجاتی که الان هست یا بعدن هست، و ما اون رو طراحی میکنیم، پروف میکنیم برای قد و قامت شما فاینانشالی، بدین گونه که مثلا یکی دو مثال بزنم. یه آقای بودن که یه چی فروخته بودن، یه پولی داشتن 50 سالشون بود و یه 1 میلیون دلاری از اون استفاده رو میخواستن جایی بزنن، چون بازنشستگی و پنشن رو نداشتن. و ما برایشون طوری گفتم درآمد لازم ندارم و گفتش که 65-6 سالگی هم دیگه با
بازنشسته میشم چون کارشون سخت بود، گفتن دیگه بعد از اون میخوان لذت زندگی رو ببرن. ما براشون طراحی کردیم برای 1 میلیون در 66 سالگی که مدیکر و سوشال سکیوریتیشون میشه، 15,000 دلار در ماه میتونستن بگیرن. یعنی این تضمین شده است تا آخر عمر. وقتی لغت تضمین شده رو من میگم، تضمینی است که در تاریخ آمریکا هیچ وقت قصور در پرداخت نکرده. دو تا چیز هستن، یکی تریجری آف یونایتد استیتس، یعنی خزانه، و یکی این کامانیوتی که اینشورنس کمپانی ها طراحی کردن. و شما اگه نگاه کنید در تمام تاریخ آمریکا هیچ کس نبوده که پنشن میگرفته بگه ندادن به من. من راجع به این نوع کمپانی ها صحبت میکنم. و اون آقا میتونم 15,000 تا در ماه بگیرن تا آخر عمر. یادتون باشه تقریبا تا 4 سال 3 4 ماه تمام پولشون رو پس میگیرن. پس این آقا اگه بگیم 65 تا 90، چون اشخاص دارن 85 تا 95 بیشترین درصد رشد جمعیتی آمریکاست، خیلی اشخاص دارن بیشتر زندگی میکنن. یعنی تو 25 سال 180,000 دلار میشه 4 میلیون دلار درآمد میگیرن. و خوبیش اینه که تضمین شده است، اینکه نه اینکه احتمال داره اتفاق بیفته یا نیفته. چون شما، چون دوستان عزیز، همتون عزیز، خیلی مستقلات هم دوستان که خیلی خوب بوده برایشون، شما میخواید یک قسمت رو بزنین در یه جایی که خیالتون راحت باشه که این درآمد حتما خواهد آمد. این مطالعه شده تو عصب شناسی مالی، نیرو اکنامیکس، مطالعه شده، لب ورک هم توش انجام شده. اشخاصی که درآمد مثل سوشال سکیوریتی، چون میگن سکیوریتی چون خیال آدم ها سکیور میکنن، اقلا یه چیزی میگیرن وقتی بازنشسته میشن. و شما خود به جز اون چیزی داشته باشین، چون بنز کافی نیست. حالا شما یه کار میکنید، به شما پنشن میدن، مثلا میگن اینقدر در ماه بهتون میدیم. تو ارتش باشین، به شما درآمد میدن. معلم باشین، درآمد میدن. برای آی بی ام کار میکردین، والمارت کار میکردین، بوئینگ کار میکردید، به شما پنشن میدن. ولی خیلی هم اصلا پنشن ندارم، از سوشال سکیوریتی، و اونم چون زیاد تکس نمیدن مکسیموم نمیگیرن. ثروت شما هر چقدر باشه ولی یک درآمد داشته باشه که مطمئنا میاد، با خیال راحتتر زندگانی میکنید، آگاهانه یا ناخودآگاهانه. چون این مطالعه شده برای اشخاصی که حتی یه چیز کوچولو در ماه میذاشت برشون بزنن، اگه برین مپینگشون کنن، اون نقاط قرمز تراکمشون یه مقدار کمتر میشه. حتی برای بیلیونر هم این چیز کردن. اگه مثلا بگن درآمد یه ماهانه داری، خندش میگیره، ولی وقتی که در طولان دوران زندگیش متوجه میشه این داره تاثیر میذاره، چون از یه نظر خیالش راحت شده. حالا من چرا اینو میگم؟ که موقعیت زمانی کنون در حال حاضر یکی بهترین زمان هاست برای این مسئله. به خاطر اینکه اگه شما 2 سال پیش زنگ میزدین به من میگفتین مثلا من 70 سالمه یه درآمد میخوام، در الان که من زنگ میزنین من 70 سالمه، درآمد الان بیشتر از درآمد اون زمان است. به خاطر 3 تا فاکتور، یکی بهره بالا هستن، یکی کپ ریتی که این کمپانی ها استفاده میکنن برای شاخص ها، مثلا ممکنه 5 6 سال پیش گرفته باشین بهره 2.5 3 بیشتر نیستن، چون بهره پایین بودن و الان 6.5، بعضی اصلا کپ ندارن، میتونن شاید برن بالا. این شماره 2. و شماره 3 بوناس ها و سود های ویژه ای هست که این کمپانی ها در نظر گرفتن. چون مثلا اگه این بوناس هایی که الان میدن اگه کمتر بشه، درآمد شما هم تو آخر عمر کمتر خواهد شد. مثلا یه کمپانی هست که الان در حال حاضر 20% در شروع برنامه و 10% در سال به اینکام بیس شما اضافه میکنه. بهتون اینکام بیس چیه؟ یک چیزی هست بهش میگن اینکام فاکتور. این بر اساس طولانی بودن زندگی، مثلا یه شخصی 50 ساله اون فاکتورش کمتره چون طولانی تر زندگانی میکنه توی شخصی 75 ساله. هرچی مسنتر میشه اون فاکتور، اون ضریب بیشتر میشه. اون ضریب رو مثلا سوشال سکیوریتی استفاده میکنه، پنشنها استفاده میکنن، ضرب داره یه عددی میکنن که اون درآمد شما رو تعیین میکنه. اون عدد هم معمولا اندازه حساب شماست. ولی در جدیدن AI هم اومده، Artificial Intelligence، هوش مصنوعی، باعث بهتر شدن اینا شده. چون شما مثلا یه 100 دلار دارین و
ولی اینکام بیس شما 150، شما رو 150 اون ضریب هست و این بوناس ها اینکام بیس اون پایه درآمدی شما رو بیشتر میکنه. تا اینا هستن چون بهره رو آگوست 15 احتمال داره پایین تر بیارن، خیلی کمپانی ها دارن این کار رو میکنن. اگه شما چیزی به نام پنشن دارین، آیرا دارین، یه پول اصلا معمولی دارین، با خانمتون یه جایی بذاریم پولمون رو تا آخر عمرمون هر دو درآمد بگیریم. و در بعضی ایالات اگه هم شما احتیاج به لانگ ترم کر داشته باشین، اون درآمد میتونه دو برابر بشه. مثلا همون مثالی که زدم، آقایی که 1,000,000 15,000 در ماه میگیره، اگه احتیاج به لانگ ترم کر داشته باشه اون میشه 30,000 دلار در ماه. مثلا اگه شما حتی 3 سال 4 سال صبر کنین، اون ضریب درآمدی به 9 تا 10% میرسه. مثلا بعد 100,000 دلار شما مثلا بعد 5 سال میشین 10,000 تقریبا، 9 تا 10,000 دلار بردارین، بستگی به سنتون داره. ولی من عدد دقیق نمیگم، چون شما باید آفیس زنگ بزنید، ما بگیم برنامه ما رو دیدین و ما برای شما یه چی میفرستیم، شما تعهدی هم ندارین، اقلا اطلاعاتتون بیشتر میشه. و یه لس آنجلس هستین، حتما به دفتر ما تشریف بیارین. ما یه لانچن داریم، لانچ نهار که مهمون ما هستین، که میتونین در من 6 تا 10 نفر بیان که همان با هم مثل ورکشاپ میمونه، هر کی سوال داره میتونه انجام بده و آستینا رو بالا میزنیم و تخت سیاه هم هست، تخت سفید البته براتون انجام میدیم. و اگر مثلا پورتفولیو داریم میتونیم بیارین. اگه شما پورتفولیو دارین میخواین تجزیه و تحلیل بشه، ما برای شما اینو انجام میدیم. حتی از شهرهای دیگه هم هستین میتونیم بفرستین و ما عمیدمون رو میگیم راجع پورتفولیوتون چه کاری میکنیم. الان میگن think income، به درآمد فکر کنید، درآمدی که آدم و خیالش راحت تر میکنه، نقدینگی لامسام استرس رو بیشتر میکنه. میگه پولم رو کجا بذارم و اون پول کجا گذاشتم خودش یه مسئله است، یعنی باید چه چیزی باشه. و از آمریکا استفاده کنید، شما فری وی استفاده میکنید، وای فای استفاده میکنید، از این حساب ها که فقط هم میدی نیو اس ای، این حساب ها جای دیگه حساب درست نمیشن. و ما هم که میدونیم هرچی بهترین برای شما از ما قانونا فیدوشیری هستیم و برای شما کار میکنیم، ما برای کمپانی کار نمیکنیم و هیچ W2 حقوقی از کمپانی نمیگیریم. تازه ما لانچ هم ببرن در سال بیشتر 50 دلار نمیتونن برای ما لانچ بخرن. اول و برجرد تلفن ما 310-259-000 310-259-000 310-259-000 به قول اون قدیم بشتابید تا این حساب هست. شما 2 سال دیگه ممکنه بیاین بگیم 70 سالتون شده و الان این درآمدی که الان هست، من آینده رو نمیدونم، به نظر من بیشتر خواهد بود، الان بیشتر خواهد بود. ما به آخر برنامه داریم میرسیم. از آقای اسی مدیر برنامه که فنیش هستن، آقای ایمان عسکری که اینجا فنی هستن، آقای شجره و غیره سپاسگزاری میکنم و آرزوی بهترین اول برای مردم ایران، دوم برای خودمون میکنم، چون اونا بیشتر از ما احتیاج دارن برای آرزوی خوب. من آنجلو طالبی هستم و Registered Investment Advisor. تلفن ما 310-259-000 برای این لانچن. اگه لس آنجلس هستید زنگ بزنید، فکر کنم نهار خوب و اطلاعات خوبی خواهید گرفت. روزتون خوب و خوش، برای شما آرزوی نیکی و شادی میکنم. یک بار دیگه تلفن ما 310-259-000 به وقت کالیفرنیا، ما تا هفته بعد از ظهر اینجا خواهیم بود. روز خوش. مشتاقیم به اطلاع بینندگان عزیز تلویزیون پارس برسانیم که آنجلو طالبی و همکاران هر سه شنبه ساعت 6 بعد از ظهر و 5 شنبه ها ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس، علاوه بر اوضاع اقتصاد آمریکا و جهان، با راهکارهایی برای بهداشت مالی و خوشحالی بیشتر در خدمت شما عزیزان خواهند بود. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز.
تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. ایرانیان عزیز ساکن آمریکا و کانادا، برای رفع مشکلات حقوقی شما در ایران با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما حل شدنی است. فروش املاک شما در ایران جهت ایرانیان خارج از کشور، اخذ اجازه اوفک پیش از فروش املاک، انجام کلیه امور حقوقی مربوط به دادگاه‌های حقوقی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور، دریافت شناسنامه، گذرنامه، تنظیم وکالتنامه، اعم از کاری و فروش، ثبت رسمی ازدواج و طلاق شرعی. با منوچهر معتمر مشکل حقوقی شما در ایران حل شدنی است. تلفن 949-202-7288. خوشبختانه همه چی قانونن درست شد. جواهری والا با کلکسیونی از بهترین زیورالات طلا و جواهر، انتخابی شایسته برای سلیقه خاص شماست. تجربه همکاری ارزشمند بین جواهری والا و تلویزیون پارس رأی اعتمادی است برای بهترین خرید شما. یک شنبه ها یک بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید، می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته جیل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. جیل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنید. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. اگر تلویزیون سونی، فیلیپس